امروز لیستی از مواد غذایی، اینکه اونها چقدر گران شدن در سال جدید نسبت به سال گذشته منتشر شده. این موضوع از این نظر اهمیت داره که در روزهای گذشته اعلام کرده بودیم که 50% از درآمد خانوارها صرف خرید مواد غذایی میشه و وقتی که معدل میگیریم از کالاهای اساسی یا مواد غذایی که روزانه خانوارها اون رو مصرف میکنند به تورم حدود 100% نزدیک میشیم. در این لیست اومده که شیر قیمتش 66.5% افزایش پیدا کرده و قند حدود 70% و شکر حدود 85%، گوشت گوسفند 136% و همینطور خرما که الان مصرف داره در این ماه 191% افزایش پیدا کرده و اگر توجه بکنیم به چیزهای دیگر مثل آش و حلیم در ماه رمضان که اون هم 78.5% افزایش پیدا کرده، متوجه میشیم که شاید بیش از 50% از درآمد خانوارها باید به خرید مواد غذایی اختصاص داده بشه. اما در کنار این خبرهای نه چندان خوب، خبرهای دیگری هم میرسد که یک مسکن هست یا اینکه موقتا برای بعضی از سنوفا مفید هست. از جمله اینکه امروز سازمان تاکسیرانی اعلام کرده که برای تاکسیرانها لاستیک توزیع میکنن، به فروش میرسونن، نه به قیمت سال 98 بلکه به قیمت سال 97 که برای تاکسیداران خبر خوبی است. و همینطور دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرده که ما با تفاوت حق مسکن که در فروردین ماه به فیش حقوقی اونها واریز نشده بود در اردیبهشت ماه واریز بشه، که این هم باز خبر خوبی بوده برای کارگران که نگران این موضوع بودند. اما نکته دیگری که امروز وزیر علوم اعلام کرده نکته جالبی است. ایشون گفته که برخی از مراکز پژوهشی در گذشته مدارک الکی و تقلبی و بدون آزمون به افراد دادن. مدارک تحصیلی به قول ایشون الکی و تقلبی دادنش به کسانی، اونم از سوی مؤسسات مهم و مسئول، نشان دهنده این است که ما باید به همه یا اکثر این مدارک با احتیاط تلقی بکنیم، برخورد بکنیم. آقای دکتر فلان، آقای مهندس فلان، آقای باز هم دکتر فلان، آقای پروفسور فلان، اینا این مدارک رو با احتیاط باید بیان بکنیم. ایشون آقای وزیر علوم گفته که پرونده تک تک اونها در حال بررسی است و مدرک اونها باطل خواهد شد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما دو خبرنگار رویترز پس از 500 روز از زندان میانمار آزاد شدند. این دو خبرنگار خبری رو منتشر کرده بودند که یعنی اسناد نسل‌کشی ارتش میانمار رو منتشر کرده بودند، به 500 روز زندان یا محکوم شدند یا 500 روز در زندان بودند. و ما خبر هم داریم که یکی از روزنامه‌نگارای ایرانی هم به خاطر چاپ یک عکس 400 روز در زندان بوده. همه اینها حاکی از این هست که شغل خبرنگاری میتونه شغل سختی تلقی بشه، شغل راحتی نیست همه جای دنیا و در ایران. خوشبختانه امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی اعلام کرده که شغل خبرنگاری در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد. این هم یه خبر خوب بود برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران. اما موضوع این که امروز ماه رمضان، ماه روزه آغاز شده و مسلماً در همه دوران عده‌ای روزه می‌گرفتند و عده‌ای روزه نمی‌گرفتند و در جامعه ما در این 40 سال مسئله روزه گرفتن و روزه نگرفتن خودش مسئله شده بود که خیلی از درگیری ها را هم ایجاد میکرد. اما امروز آقای
محمد رضا جلایی پور در یادداشتی پرسیده است چرا تحمیل محدودیت به روز ناداران. ایشون نوشته بر اساس نظرسنجی ملی سال 95 ایسپا تنها حدود 30% از ساکنان تهران همه روزهای رمضان را روزه میگیرند و احتمالاً در 3 سال گذشته این رقم کمی هم بیشتر شده. و بعدشون در قسمت دیگری از یادداشتشون نوشتن بر چه اساسی 70% از شهروندان باید به خاطر 30% دیگر در طول 1 ماه از پاره ای از حقوق اولیه از جمله نوشیدن و خوردن در رستوران و محل کار و سیگار کشیدن در خیابان محروم باشند. این سوال برای نخستین بار هست یا برای نخستین بار من بهش برخورد کردم که سوال درستی است که آقای جلایی پور اون رو مطرح کرده و با این آشکاری و با شفافیت تمام. و اما مسائل دیگری که امروز در جهان اتفاق میفته و مربوط به ایران هم میشه و مربوط به یادداشت امروز هم خواهد شد، یکی این هست که سازمان نظرسنجی گالوپ اعلام کرده که رضایت از دونالد ترامپ افزایش پیدا کرده و این برای کسانی که منتظرن در انتخابات آینده دونالد ترامپ برنده انتخابات نشه خبر خوبی نیست. اما سناتور جمهوری خواه جان کندی وارد میدان شده و اظهاراتی بر علیه جمهوری اسلامی کرده. ایشون با اعلام حمایت از رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران مدعی شد ایران تبدیل به یک قده سرطانی در دنیا شده است و او از هر گونه اقدام معقولانه دولت ترامپ برای جلوگیری از اقدامات مخرب ایران حمایت می‌کند. و یادداشت امروز هم از گروه سیاسی امتداد هست که در این یادداشت پرسیده است جنگ می‌شود یا نه. این گروه سیاسی در این یادداشتش نوشته بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عراق همواره این بحث مطرح بود که آیا آمریکا با ایران هم وارد جنگ خواهد شد. این گزاره این روزها بیش از پیش به بحث گذاشته شده است بعد از آنکه آقای سرافراز رئیس سابق و مستعفی سازمان صدا و سیما در یک مصاحبه اعلام کرد آمریکا قرار است بعد از ماه رمضان به ایران حمله کند. این بحث داغ‌تر شده است. حالا آمریکا ناو جنگی ابراهام لینکلن را همراه با بیانیه جان بولتون به سمت منطقه اعزام کرده است. در قسمت دیگری از این یادداشت گروه سیاسی امتداد نوشتن که پس از ارسال ناو آمریکا به خلیج فارس هم وند شرمن مذاکره کننده سابق آمریکا گفت که بولتون می‌خواهد به هر قیمتی آمریکا را به جنگ با ایران بکشاند. و در قسمت دیگری از یادداشت خودش این گروه سیاسی نوشتن که شبکه خبری CNN در گزارشی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین خبر داد و نوشت دونالد ترامپ به برخی از دوستان و مشاوران نزدیکش گفته با سیاست‌های جان بولتون مشاور امنیت ملی او دولت او در چند نقطه از دنیا وارد درگیری نظامی خواهد شد. با فاکت‌های اعلام شده این پرسش واقعا جدی مطرح میشه که آیا جنگ میشود یا نه؟